سلام، مصطفی زیدی هستم. در این قسمت از جاو رسیپی با روش دم‌آوری قهوه کلمبیای سانتا مارتا که یکی از محصولات سری A کارخانه قهوه جاو هست در کنارتون هستم. این قهوه از ترکیب رقم‌های کاترو و کاستیو هستش و روش فراوری نچرال انروبیک بر روی این قهوه انجام شده. به مدت زمان 300 ساعت درون مخزن‌های سوپاپدار با دمای ثابت 25 درجه سانتیگراد قرار گرفته. این فراوری باعث ایجاد المان‌های طعمی پرجنب و جوش در کنار شدت و وضوح بالا در این قهوه شده. فراوری‌های تخمیری با مدت زمان زیاد این تصور رو به وجود میارن که شما با دانه‌های فانکی بیشتری روبرو میشید. اما خب مراقبت و نوع فراوری منحصر به فردی که کشاورزان مزرعه دلوگوا بر روی این قهوه انجام میدن از ایجاد بارزه‌های تخمیری منفی در این قهوه‌ها جلوگیری می‌کنن. خب در دم‌آوری امروز از دم افزار V60 فلزی استفاده می‌کنم و از فیلترهای کون یا مخروطی استفاده کردم. در کنارش از 15 گرم قهوه با نسبت دم‌آوری 1:14.5 و 220 گرم آب رو با TDS 90 PPM برای کل دم‌آوریم استفاده می‌کنم. خب علاوه بر این از 2 درجه آسیاب متفاوت در دم‌آوری امروز هم استفاده می‌کنم و اونها رو به صورت لایه‌ای بر روی هم در فیلتر می‌ریزم. مقدار 5 گرم از این قهوه رو با درجه 15 آسیاب کاماندانته که معادل 375 میکرون میشه آسیاب کردم و در قسمت انتهایی فیلتر می‌ریزم. مابقی این قهوه که مقدار 10 گرم هست رو با درجه 20 آسیاب کاماندانته که معادل 500 میکرون میشه در لایه دوم بر روی لایه 1 می‌ریزم. دلیل استفاده از این درجه آسیاب برای دم‌آوری این هستش که بتونم در زمانی که ریزش آب دارم بر روی سطح قهوه بتونم ارتفاع کوتاه‌تری از مایع بینابینی داشته باشم تا در نتیجه از بایپاس از دیواره‌های فیلتر و در نهایت اصاره‌گیری بیش از حد در انتهای فیلتر جلوگیری بکنم. خب دم‌آوریم رو آغاز می‌کنم. مقدار 5 گرم از اون قهوه با درجه آسیاب ریستر رو در قسمت انتهایی فیلتر می‌ریزم و بقیه این قهوه رو که با درجه آسیاب درشتری بود بر روی اون سطحش رو کاملا صاف میکنم و آماده میشم برای دم‌آوری. کولینگ پترنی که برای این دم‌آوری استفاده کردم از 2 قسمت تشکیل شده. در قسمت اول با حالت چرخشی و دایره‌ای با تریبون 3 متوسط مقدار 50 گرم آب رو بر روی سطح قهوه میریزم و تا ثانیه 35 صبر میکنم. در قسمت دوم مقدار 3 برابر بیشتر از مقدار اولیه آب رو بر روی سطح قهوه میریزم، مقدار 170 گرم آب رو. به خاطر تازگی قهوه مقدار زمان بلومینگم رو یه مقدار طولانی تر کردم، 35 ثانیه. خب در ثانیه 35 ما بقیه آب مورد استفاده رو بر روی سطح قهوه میریزم با تریبولنس متوسط. و در انتهای قسمت دوم در مرکز دم افزار ریزشم رو انجام میدم، حالت نقطه ای. ریزش آب من تموم شد در 1 دقیقه و 15 ثانیه و زمان کل دم‌آوری من در 1 دقیقه و 40 ثانیه به اتمام میرسه. به خاطر سرعت انتقال دما در دم‌افزارهای فلزی از دمای بالاتری در دم‌آوری امروز هم استفاده کردم، دمای 95 درجه سانتیگراد. خب دم‌آوری به اتمام رسید در 1 دقیقه و 40 ثانیه. این قهوه داره آروماهای به شدت پیچیده، بسیار شیرین، شکلاتی و عسلی. در کنارش رایه‌های میوه‌ای و فانتزی هم از این قهوه دریافت می‌کنید. همونطور که در جاو رسیپی‌های قبلی براتون گفتم، استفاده از زمان‌های کوتاه دم‌آوری در همه قهوه‌ها باعث ایجاد کاپ‌های آندر اکستراکت نمی‌شه. امروز من تونستم با استفاده از 2 درجه آسیاب متفاوت در دم‌آوریم مقدار غلظت بالایی از قهوه‌ام رو دریافت کنم در کنار یک اصاره‌گیری با درصد ایدئالی در چارت دم‌آوری. از این رسیپی برای دم‌آوری قهوه کلمبیای سانتا مارتا استفاده کنید و این قهوه رو برای شما سرو می‌کنم.